انجیل متی از کتاب ترجمه تفسیری باب 12 آیات 38 تا 50. علمای دین یهود معجزه می‌خواهند. روزی علمای دین یهود که عده‌ای فریسی نیز در میانشان بودند نزد عیسی آمدند و از او معجزه‌ای خواستند تا ثابت کند که مسیح موعود است. اما عیسی به ایشان جواب داد: فقط مردم بدکار و بی ایمان طالب معجزات بیشتر می باشند. اما معجزه دیگری به شما نشان داده نمی شود به جز معجزه یونس نبی. زیرا همانطور که یونس 3 شبانه روز در شکم آن ماهی بزرگ ماند، من نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهم ماند. در روز داوری مردم نینوا بر ضد شما قیام کرده شما را محکوم خواهند نمود، زیرا ایشان با شنیدن موعظه یونس توبه کردند، ولی اکنون که شخصی بزرگتر از یونس در اینجا ایستاده است به او گوش نمی دهید. ملکه سبا نیز در روز داوری بر ضد شما ایستاده شما را محکوم خواهد کرد، چون او از راه دور برای شنیدن سخنان حکیمانه سلیمان به سرزمین او آمد، در حالی که اکنون شخصی بزرگتر از سلیمان در اینجا ایستاده است و شما به سخنان او توجهی نمی کنید. این قوم بدکار مثل کسی است که دچار روح ناپاک شده باشد، زیرا وقتی روح ناپاک از وجود چنین شخصی خارج می شود برای مدتی به بیابانها می رود تا جای راحتی پیدا کند، ولی جایی نمی یابد و دوباره به سراغ آن شخص می آید و قلب او را پاک ولی خالی می بیند. پس 7 روح خبیث‌تر از خودش را یافته با هم وارد وجود آن شخص می شوند و در آنجا می مانند. در نتیجه وضع این شخص بدتر از اولش می شود. در همان حال که عیسی در آن خانه این سخنان را برای مردم بیان می کرد، مادر و برادرانش بیرون منتظر او ایستاده بودند. پس 1 نفر برای عیسی پیغام آورد و گفت: مادر و برادرانت بیرون منتظر تو می باشند. عیسی گفت: مادر من کیست؟ برادرانم کیستند؟ پس به شاگردانش اشاره کرد و گفت: اینها هستند، مادر و برادران من. هر که از پدر آسمانی من اطاعت کند، برادر، خواهر و مادر من است.